مهداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی از اسلو همراه ما هستند. آقای سید عسکری، شاهد افت پیاپی شاخص‌های اصلی بورس تهران در سال‌های جدید بودیم. علت این افت چه است؟ درود بر شما. به واقع باید گفتش که آن چیزی که تحت عنوان شاخص ما میبینیم عملا نبض واقعی بازار رو نشون نمیده و برخی عبارات و شاخصهای دیگه در خود این بازار هست که نشون میده. میزان حجم معاملات، تعداد معاملات، خروج پول خدمت شما عرض بکنم و پولهای پارک شده در این بازار به میزان بسیار شدیدی افت پیدا کرده. حجم معاملات بسیار پایین اومده به نحوی که در 185 روز گذشته شاهد بیشترین کاهش حجم معاملات بودیم و اتفاقات بسیار بد است. وضعیت مردم در بازار سهام اینگونه هست که سهام‌های مردم عملا قفل کرده، صف‌های فروش بسیار زیادی داریم، حقوقی ها کماکان به شیطنت های خودشون ادامه میدهند. حتی برخی کارگزاری ها در باز پس دادن پول سهام فروخته شده مردم هم خساست به خرج میدهند و این کار رو نمی کنند. این رو هم اگر در بقیه رها شدگی سیستم اقتصاد کشور بگوییم، این رو ما به شدت میتونیم دقیقا درک بکنیم و به نحوی که امروز فقط امروز نزدیک به 90 تا 95 درصد معاملاتی که در بازار سهام شد مربوط به اوراق درآمد ثابت بود که مرتبط به سیستم بانکی هست و هیچ ربطی نداره. یعنی عملا بورس هم تبدیل شده به یک بخشی از سیستم بانکی. این مجموعه مشکلاتی هست و هیچ افقی هم دیده نمیشه. قرار بود که دامنه نوسان نامتقارن تغییر پیدا بکنه. در این خصوص صحبت های رئیس سازمان کاملا با سکوت همراه بود و هیچ افقی نه در میان فعالان حقوقی و نه در میان فعالان حقیقی دیده میشه. هیچ چیزی رو ما نمیبینیم. خب با توجه به وضعیت بازار و بورس سهامداران دیدیم که باز هم دست به اعتراض زدن. چه راه حلی الان برای جبران خسارات سهامداران وجود داره؟ از منظر حقوقی مجلس به دنبال تأمین خسارت 20,000 میلیارد تومانی از بازگشت مالیات هایی که در خصوص بورس سال گذشته پرداخت شده و خدمت شما عرض بکنم که و فروختن سهمای جدید از سهمای دولتی هست، ولی اینکه آیا این واقعا بتواند عملیاتی بشود یا نشود، چون دعواهای میان جناهای جمهوری اسلامی کماکان ادامه داره، به حوزه بازار سرمایه هم کشیده و این قضیه باعث مشکلات بیشتری شده. آن چیزی رو که ما در روی صحنه ما میبینیم این اتفاق است. عملا اتفاقات دیگری همچون بازارگردانی که ما میدیدیم عملا به واسطه تعطیلات روز بازارگردانی وجود نداشت و تا یکی دو روز هم ما گزارش خاصی مبنی بر بازارگردانی و بر حمایت از سهام ها نمیبینیم. باید منتظر ببینیم، ولی من در این خصوص اصلا خوشبین نیستم. سپاسگزارم از شما. مهداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی از اسلو همراه ما بودید.